سلام بچه ها، چطورید؟ خوبید؟ خوش اومدید به کانال ما. در کنار سلام جای کریم فرشید عزیز، فرشید هستم. اونایی که الان میشناسن امیدوار هستم که جور و صحتمند باشین در هر جایی از دنیا که هستن. ماشاءالله پر انرژی دیگه حاجی، یه ذره جو بده. برنامه درست کردیم با فرشید، قراره یه سری سوالا بپرسه، یه توضیح بده به بچه‌ها. بچه‌ها یک بازی هست به نام کدوم رو ترجیح میدی. یک سری سوالا آدم پرسان میکنه که جواب‌ها هم میتونه، یعنی دو تا جواب مثبت که انتخاب کردن یکی از اونها سخته و میتونه دو تا جواب منفی باشه که بازم یکی از انتخاب کردن اونها سخته، یعنی جفتش سخته، یکی چه باید انتخاب بکنه. سوال داریم؟ چه سوالایی؟ من نمیدونم، سوالا رو به من نشون ندادن. اینا سوالا نباید نشون بدین دیگه، تو گوشی هاشون سیف کردن سوالا رو، میخوان منو ببرن تو حاشیه. تو حاشیه نه ببرن. آماده ای؟ بپرسیم چی؟ الان بپرسیم چی؟ الان بره دیگه خواهد دوست دارم تقلب کنم. فرض کن لوتو یا اویقو جکپات هر چیزی برنده میشی، خب، و برای 1,000,000 یورو میبری. 1,000,000 همش؟ خب 2,000,000. خب 2,000,000. 2,000,000 یورو میبری. خب آره، 2,000,000 یورو میبری. دو تا پیشنهاد برات میتن. تو میتونی 2,000,000 یورو را در جا کلش را بگیری، یا اینکه میگن نه تو کار را نمیکنیم، ماهی 5,000 یورو هر ماه تا آخر عمرت برات میتیم. خب کدامش انتخاب میکنی؟ واه چه سخت شد. به نظر من 5,000 یورو بهتره که تا آخر عمرت خیالت راحت باشه. پولی که یه دفعه میاد دسته داشتی نمیدونی با چیکار کنی، کلا یه دفعه یه پول گنده بیاد دستت میگرخی، کلا هیچ برنامه‌ای نمیتونی بریزی. ولی خب اگه باز ماهانه رو انتخاب کنی شاید بعدم پشیمون بشی. ولی باز اگه ببین بستگی به خیلی چیزا داره، میتونی تو بیزنس کنی با او، ولی من ترجیح میدم ماهانه رو بگیرم. ماهانه و همچنان کارت ادامه بدی و او 5,000 همچنان کارم ادامه بدم. ایول، ولی من بودم 2,000,000 یورو رو میگرفتم. من بودم ماهانه میگرفتم بهتر بود. چون یه ایده های دیگه ای دارم. الان نمیشه همه رو بگی چی کار میخواستم بکنم. ولی من 2,000,000 رو میگرفتم در جای خانه. تو چیکار میکردی 2,000,000؟ یک خانه لوکس زدنی میخریدم که خیالم تا آخر عمر راحت باشه دیگه، کرایه نتم. خب خونه رو تو میتونی با چیزم بگیری، 20,000 چه میدونم 50,000. خب در ولی این که حس با پیش خرید میگیرید، ماهانه به یارو میدید، آره، ماهی 2,000-3,000 تا میدی، خونه مال خودت. ولی حس بعد کنارش هم یه پولی داری، تو همه پولو بزنی سر خونه بعدش چی نباشه، یه خونه باشه که نمیشه. خب حالا صبر کن، مثلا تو میتونی با 600-700,000 یورو یه خونه تقریبا خوب بخری، درسته؟ اوکی. خب میمونه یکو تقریبا 5 یکو 3 دیگه میمونه بازم. خب تو میتونی، حالا نظر خمستا گفتم 600-700ش یک خانه مشتی آدم میخره، بعد میتونی 600-700 تقریبا دیگه شه بزنی یک کاروبار را بندازی، بازم تو میتونی یک خانه دیگه بخری از پول یک خانه معمولی او را کرابتی و یک کاری هم میگم 600-700ش برای کار را بندازی که از او درآمد شاید تو بتونی ماهی 3,000-4,000 یورو در بیاری. ولی خب من یه ایده های دیگه ای دارم. خب دیگه هر کی ایده خودش. الان الان بخوایم توضیح بدیم یه برنامه جداگونه بعد بعدش درست کنیم. ولی من ماهانه رو انتخاب میکنم. بله هر کی دیگه بهتره. حاضری که یک زن خوشگل و سکسی داشته باشی، یا ای که نه یک زن بیریخت و زشت داشته باشی ولی عاشقانه کنارت است؟ نه زن خوشگل انتخاب میکنم. جدی؟ ولی اصلا دوستت نداره اصلا؟ مهم نیست. خیلی نامرده. مهم نیست آقا، دو روز جوانی زندگی کن والا. اگه مخت رو بخورشی اون موقع دیگه پشیمان میشی. خب ترجیمتی پولدار مغرور باشی که هیچ کسی دوستش نداره، ولی یک آدم معمولی باشی که زندگی معمولی داره ولی خیرش به همه انسان ها میرسه و دعای خیر همه پشت سرش هست. انسان معمولی خوب بهتره، حداقل روح و روان دارونتره. آره یه پایه هستم. پول باشه هیچ کی دوست رفیقی هیچی نداشته باشی که حال نمیده، کلا اصلا زندگیت به کام نیست. میدونی چی میگم؟ دیوید به کام. ولی خب اونجوری او گزینه دوم ها بهتره. ترجیح میدی صدای خنده یک نوزاد را بشنوی یا صدای خرخر یک گربه را؟ گربه یک عاشق گربه که اصلا هر شب میاد کنار ما. گربه وقتی احساس آرامش میکنه، احساس راحتی و امنیت میکنه، این کارو میکنه. میدونستی؟ آره این میدونم. بعد یه فرکانس، این فرکانس، این صدای یه انرژی خیلی مثبتی به انسان ها میده.
یه ذره ما در موردش تحقیق کنیم. یه اطلاعات جدید. من گربه همو خیلی دوست دارم. ترجیح میدی یه شیر بهت حمله کنه یا کوسه؟ اتفاقات بدم بفته دور از جان. کوسه نه آجی، من از آب میترسم. یعنی نه که اونقدر، ولی تو دریا خیلی چیز ترس داره برای شنا کردن. جدی میگم خیلی ترس داره. ولی شیره رو اوکی هم. شیره خیلی سختانه دیگه میزنه باره میکنه آجی، ولی اون کوسه تو آب بزنه هم خفگی ایجاد میشه، هم خونریزی داری، هم معلوم نیست کدوم تیکه از بدن تو بخوره. ولی شیره احتمالاً بگیره گلو رو میگیره بیشتر، اون کلا غریزه گلو اون طرف رو میگیره، اون حیوانه که البته دور از جمعه حیوان نیستیم حیوانی به نام فکر میکنم اینجوریه. حیوانات درنده کلا اینایی که میدرن آدم رو بقیه حیواناتو بیشتر فکر میکنم از گلو میگیرن. معمولا دیگه که همشن از گلون میگیرن. سرید نفس یارو رو میخواد، نفس او حیوان رو میخواد بگیره. سخت است خدایی، ولی واقعا یک مرگ خیلی خیلی سخت است. خیلی بده خدایی، بگوی اگه حیوان زنده زنده بخورد اصلا وحشتناک است. سوال جالب پیدا کردم، ترجیح میدی از اشتباهات درس بگیری یا اینکه اصلا اشتباهی مرتکب نشی؟ بالا جالب است. اشتباهات میشه درس گرفت، اینکه اشتباهی مرتکب نشی اصلا امکان نداره. آخه میفهمیم، شاید منظور جوری باشه، شاید همینم اشتباه باشه که تو داری میگی. میدونی چی میگم؟ میفهمی بعضی از اشتباهات حتما نباید آدم اونا رو انجام بده، ممکنه یه سری عواقب بدی داشته باشه، همچین چیزایی. او برمیگرده دیگه به یه سری کارهایی که تو میدونی اشتباهی رو انجام میدی، ولی یه سری چیزها رو تو نمیدونی انجام میدی، شاید اطلاعات کافی رو نداری در مورد او کاری که میکنی، یا شاید قلبی و حسی پیش رفتی، حالا بستگی داره دیگه چه کاری باشه. ولی خب درسگیری همشه هست دیگه، تو نمیتونی هیچ موقع اشتباه نکنی. از آدم از اشتباهات درس میگیره و پیشرفت میکنه. صد درصد. شما چیه بچه ها؟ کامنت کنید بچه ها. کامنت کنید به قول بچه ها. ترجیح میدی اضافه وزن داشته باشی یا کمبود وزن؟ دوست دارم یه ذره اضافه وزن بگیرم. آجی من دارم درم داره سریز میشه، کم نمیشه. اضافه وزن بگیری میتونی بری باشگاه یه ذره عضلانی تر بشی، پرتر بشی. من خیلی لاغرم کلا، ولی من باور میکنم هرچند دارم غذا میخورم بعد اصلا چاق نمیشم، به شیرین نجات و این چیزا اصلا علاقه ای ندارم. ولی باور میشم من کاملا به برعکس تو فکر میکنم، لاغر باشی بری باشگاه هیکل عضلانی مشتی جور میشه، ولی چاق باشی خیلی سخته بخوای خودت عضلانی جور کنی. دیگه بستگی داره دیگه، اما اضافه وزن منظورم توپوله رو هستم، ولی چاق نه. یه ذره پخته، یه ذره ماوری من با سخوندار باشی اوکی. نه خیلی بد گفت، بد نشون دادی. من نه آجی تو اوکی جدی اصلا داره... اضافه وزنی نداری دارم آجی، شاید 20 کیلو بیشتر آجی. خب جدی میگم شاید 5-6 کیلو کم کنی خیلی تر. ترجیح میدی حس چشاییت رو از دست بدی یا حس لامسه؟ هر دو تا شده. چشایی رو دوست ندارم از دست بدم، چون یه چیزیه که چه میدونم چجوری بگم، تو باید غذا بخوری، حداقل غذاه به تو لذت بده، میدونی؟ و لامسه چی؟ لامسه رو میخواد چیکار کنیش؟ لامسه رو میخواد چیکار کنی؟ ولی خب به نظر من اگه جای کارایی داره کارایی که داره، ولی خب منظورت اینه که کل بدنت نتونی چیزی آره دیگه، کلن اصلا لامسه نداری. آه پس چشاییه رو ترجیح میدم از دست دادم. خوشم میاد خیلی سریع قانه میشه. خب آره اگه اونجوری باشه که سریع کابل رو میگیرم. ترجیح میدی در 200 سال گذشته زندگی کنی یا در 200 سال آینده؟ 200 سال گذشته فکر کنم خیلی بالتره. من شاید جنگ اون موقع هم افتاد، جنگ جهانی و فلان اینا. دوست دارم ببینم اون موقع چجوری زندگی میکردن. چون تکنولوژی دیگه چیزیه که میشه تقریبا حد زد چه اتفاقایی داره میفته. الان داره میبینیم مثلا چه اتفاقایی با سیاست ها داره میفته، البته این داستان ها بوده همیشه. آره. چه اتفاقایی با آب و هوا میفته، چه اتفاقایی با منابع طبیعی میفته، چه اتفاقاتی با خیلی چیزایی که داره انسان ها رو نابود میکنه میفته. ولی آینده رو من اونقدر جدی نمیدونم، فکر میکنم خیلی روزای سختی در پیش داریم، حس آدم ها از این رفته، چه میدونم خیلی مشکلات روی روانی بیشتر شده،
ولی اون گذشته رو بیشتر دوست دارم. ببینم چه جوریه کلا زندگی ها ساده‌تر و قشنگ‌تر. اونو بیشتر دوست دارم، جدی میگم. جالبه. تو کدوم رو دوست داری؟ من دوست دارم 100 سال برم عقب، 100 سال جلو. جفتش که 200 سال. جفتش یکی میشه دیگه. 100 سال بری عقب دوباره بیای جلو میشه همون. 100 سال عقب. همون که الان واسه از الان هستی 100 سال عقب برگردم با 100 سال جلو برم. برگردی با 100 سال بعدیش دیگه. آره. خب یعنی میشه 200 سال تو بعد بری جلو. اگه 100 آره. سال بعد. آره دیگه همون میشه تقریبا. ولی منظوری می بود در نظر به آله هم 100 سال گذشته هم 100 سال آینده. خب حالا. ولی تو یک گزینه رو میتونستی انتخاب کنی. ولی یک گزینه که آینده رو آینده نفع کردی. ما ترجیح میدم آینده، چون 100 سال گذشته یه جورایی در اینترنت و اینا از آدم میبینه چه خبرا بوده، تقریبا در چه سبکایی بوده زندگی و چه اتفاقایی افتیده. 100 سال گذشته اونقدر تایم زیادی نیست. خیلی پیشرفت داشته انسان. تکنولوژی خیلی پیشرفت کرده در 100 سال. خب یه گوشی با خودت ببر. چه میگفتی؟ کلن برنامه چجوری است و این سوالا اینا به نظر چطور بود؟ سوالا جالبه، میتونیم بعدن هم مثلا یه برنامه‌ای درست کنیم با بچه‌ها. ادامه بدیم. آره ببینیم بچه‌ها چه ایده‌ای دارن مثلا چه چیزایی دوست دارن ما درست کنیم. الانم که یه ذره مثلا سر ما خلوت‌تر شده. وقت بیشتری داره. آره وقت بیشتری داریم، دوست داریم بذاره اول به خودم برسم، بعد یه سری ویدیوهای یوتیوبی درست کنیم، بیشتر با بچه‌ها ارتباط برقرار کنیم. یه ذره در مورد مسائل رپدری صحبت کنیم، یه ذره در مورد مسائل شخصی صحبت کنیم، یه ذره بیشتر یه ارتباط بهتری با مخاطبا بگیریم. بخیر. برنامه زیاده ولی خب دیگه ببینیم بچه‌ها چجوری استقبال میکنن. این برنامه هم که امشب درست شد خیلی جالب بود. خب من خیلی خوشم اومد. یه لحظه ذهنت میره کلا یه جای دیگه. یه دفعه میری یه جایی که اصلا آره، یه فضای گنگ. آره. یه فضای خیلی گنگ بالا میری. آره. بچه‌ها شما هم نظرتون رو نوشته بکنن که چی رقم بود به نظرتون این برنامه، آیا دوست دارین بازم ادامه پیدا بکنه، آیا سریای بعدیش باید ساخته شه، یعنی نظر به حمایت شما است. خب دمتون گرم. مرسی. کارهای جدید هم بچه ها داریم آماده میکنیم دیگه، یه ذره تایم میبره ولی خب خیر قول میدم بهتون یه کار خیلی خوب بهتون کار خفن است. این نیدی شنیده ها عزیز بچه. دمتون گرم، خیلی حال کردیم. موضوع خودتون باشید بچه. دمتون گرم فعلا. خدافز. دوباره.